حساب اخبار و تحولات مربوط به ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت واشنگتن پست با عنوان هنگامی که معترضین در ایران کشته شدند، مراسم سوگواری آنها مرگبار شد، گزارش کرد. بسیاری از موارد مربوط به بخش شمال غربی کردستان بود و شیوه به کارگیری غیر متناسب قوه قهریه توسط حکومت علیه اقلیت‌های قومی است. مدارک تصویری واحدهای نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که از مهمات جنگی و دیگر تسلیحاتی که کمتر مرگبار هستند، علیه مردم سوگوار استفاده می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با عنوان گروه جدید کنگره مسمومیت دختران ایرانی را محکوم نمود نوشت یک گروه جدید دو حزبی در کنگره دولت ایران را به دلیل مسمومیت اخیر دختران مدرسه‌ای در این کشور را محکوم می‌کند و انتقاد فزاینده واشنگتن علیه جمهوری اسلامی و بی‌توجهی آن به حقوق بشر را تشدید می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش کرد بنر حاوی عکس خامنه‌ای توسط معترضان در تهران سوزانده شد. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا گزارش کرد ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اخیراً هیچ زیردریایی آمریکایی از تنگه هرمز عبور نکرده است. این ادعای رژیم ایران نشان دهنده اطلاعات نادرست بیشتر آن است که منطقه را بی‌ثبات می‌کند. ناوگان پنجم ایالات متحده در هر جایی که قوانین بین‌المللی اجازه دهد به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. یورو میدان پرس سایت رصد اخبار اوکراین. فرماندهی نیروی هوایی اوکراین گزارش کرد که پدافند هوایی این کشور 8 پهپاد تهاجمی انتحاری شاهد 136 و 131 ساخت ایران را که از منطقه بریانسک روسیه پرتاب شده بودند منهدم کرد. سایت مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک با عنوان برنامه پهپاد نظامی ایران پیامدهای امنیتی و پاسخهای سیاستی نوشت مقابله با سیستم‌های پهپادی رژیم ایران برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه و جاهای دیگر بسیار مهم است.